سرخط خبرها. زخمی شدن 8 تن بر اثر انفجار ماین در شهر غزنی. تلفات مخالفان مسلح دولت در 24 ساعت گذشته در غزنی. جان باختن 6 تن بر اثر حمله انتحاری در کابل. و متهم شدن آمریکا به تروریسم اقتصادی از سوی چین. سلام و وقت شما بخیر. امروز پنجشنبه 9 ماه جوزای سال 1398 خورشیدی است. با مشروعه خبرهای این ساعت خوش آمدید. در نتیجه انفجار ماین در شهر غزنی 8 تن به شمول دو خانم و یک کودک زخم برده شدند. این انفجار ناشی از ماین چسبکی بوده که بر موتر رنجر پلیس ترافیک جاسازی شده بود. بر اساس گزارش ها تمامی زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. حوالی ساعت 12:40 امروز انفجار ماینی که گفته می شود بر موتر رنجر پلیس ترافیک جاسازی گردیده بود، 8 غیر نظامی را در ساحه بازازی شهر غزنی زخمی ساخت. در میان زخمیان این انفجار دو خانم و یک کودک شامل است. مسئولان صحی می گویند که وضعیت صحی 3 تن از این زخمیان بهتر بوده و دوباره از شفاخانه مرخص شدند. پراتو بیدو سه ورگام سو اکسنگ مازوی دتن آس مبگیر چیر کس بابا بابا آقا دکاندار آقا کس نشال از دو دیدول ده نشال از دو چو کنید دیلی دا خوالا که انسانیت لبشار دا کار بور بیر دیر ده برادر ما دمی داخل دکان بود یک مشتری کتی ما استاد بود نه این در بایکتان رخ بود دیگه یکی بایی که انفجار شد دیگه ما نایدم که چی رقم یک انفجار خطرناک هم دو گرد بالا شد زیاد 3-4 نفر زخمی بود زیاد یک صحنه وحشتناک بود زیاد زخمی ملکی بود یک سه زن بود یک دو طفل بود زخمی شده بود دورش خانه ملکی بود انفجار دم چیز بودیم در بازازی بر سالو خریدن رفته بودیم دیدیم که از اون طرف یک موتر پلیس اومد دیگه فقط اندازه 1.5 متری در پلوی من بود ما بین خود خو اینا یک صحبت کردن دم دروازه ای طرفش من بود که یک دفعه درام کرد من دیگه در خودم نفهمیدم. همه ساله با نزدیک شدن عید بازار بازازی به مزدحمترین نقطه شهر غزنی مبدل می شود که شهروندان غزنی برای خرید عیدشان در این ساحه می آیند و بیشتر زخمیان رویداد امروز هم کسانی هستند که برای خریداری عیدشان به این ساحه آمده بودند. در نتیجه 5 مورد عملیات نیروهای کماندو و حملات هوایی در 24 ساعت گذشته در ولایت غزنی 14 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. سخنگوی والی غزنی ادعا می کند که این عملیات ها در مرکز و ولسوالی های اندر و دهیک انجام شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی ادعا می کند که از عصر دیروز تا بامداد امروز پنجشنبه 4 مورد عملیات نیروهای کماندو و 1 مورد عملیات هوایی نیروهای خارجی در مربوطات مرکز غزنی و ولسوالی های اندر و دهیک انجام شده است که در نتیجه به مخالفان مسلح دولت تلفات وارد شده و یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری نیز در ولسوالی اندر کشف شده است. که در مجموع در هر 5 مورد عملیات 14 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیدن 10 میل اسلحه یک اراده موتر نو فولدر و یک اراده موتورسیکلشان از بین برداشته و 200 کیلوگرم مواد انفجاری هم در مربوطات اندر از طرف نیروهای امنیتی کشف و از یک دیپوی خرد کشف و خودزار شده در ساحه. در نتیجه یک انفجار انتحاری در ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم به
در حوزه پنجم کابل دست کم 6 تن کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. در آمارهای اولیه تعداد زخمیان انفجار 6 تن گفته شده بود. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید که بیشتر زخمیان این رویداد دانشجویان این دانشگاه نظامی هستند. آقای فرامرز گفت که مهاجم میخواست وارد این دانشگاه نظامی شود که از سوی یک سرباز شناسایی شد و مواد امراهش را منفجر کرد. با گفته مقامات امنیتی کابل، حوالی ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی، انفجار در منطقه چهارراهی قنبر شهر کابل رخ داده است. هویت قربانیان این رویداد تاکنون مشخص نشده است. 6 نفر شهید داریم و 16 نفر مجروح هستند. و در قسمت هویت مجروحین 4 نفر ملکی است، متبقی نظامی هستند و شهدا تمامشان نظامی است. شاهدان عینی گفتند انفجار زمان رخ داد که دانشجویان این دانشگاه در حال خارج شدن از آن بودند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ضمن محکوم نمودن این رویداد گفتند که مخالفان که در ماه مبارک رمضان هم از کشتار دست نمی کشند، به اهداف خود نخواهند رسید و با انجام اعمال جنایتکارانه‌شان انزجار مردم را نسبت به خودشان زیاد خواهند کرد. این حمله در حال رخ داده که تلاش‌ها برای توافق صلح با گروه شبه نظامی طالبان از سوی آمریکا و چهره‌های سیاسی افغان جریان دارد. دانشگاه ملی دفاعی مارشال فهیم در سال 2005 گشایش یافت و یکی از دانشگاه‌های نظامی مهم در افغانستان است. ۲۸ زندانی نظامی و غیر نظامی از زندان طالبان در زابل آزاد شدند. این شمار زندانیان بامداد امروز در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ویژه امنیتی از یک زندان طالبان در ولسوالی نوبهار زابل آزاد شدند. رحمت الله یارمل والی زابل میگوید که 12 نظامی و 16 غیر نظامی مشمول کسانی هستند که از زندان طالبان آزاد شدند. با گفته آقای یارمل، آزاد شدگان در حال حاضر به کندهار انتقال داده شدند و به زودی به خانواده هایشان خواهند پیوست. والی زابل زندان طالبان در ولسوالی نوبهار را یکی از زندانهای مهم این گروه میداند و میگوید که بیشتر نظامیان و غیر نظامیان بازداشت شده از ولایت ها و ولسوالی های همجوار زابل در آن نگهداری میشوند. در این عملیات دو مخالف مصالح دولت که نگهبانان این زندان بودند کشته شدند و به نیروهای امنیتی و سیب نرسیده است. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. کار رئیس جمهور با حفظ صلاحیتش تمدید شده است. ارگ ریاست جمهوری میگوید که دوره کار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور با حفظ صلاحیت او تا تعیین رئیس جمهور جدید تمدید شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است که مطابق فیصله استر محکمه تمامی صلاحیت های رئیس جمهور در دوره تمدید کار او محفوظ است. او همچنان با اشاره به ماده 104 قانون انتخابات گفت که رئیس جمهور همانند گذشته تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه می‌دهد و هیچ محدودیتی برای کاری او در این ماده تعریف نشده است. به استدلال مرتضوی، نمایندگان غزنی نیز مطابق حکم همین ماده در مجلس نمایندگان حضور دارند و سمان صلاحیت‌های برخوردار هستند که در گذشته داشتند. این در حالی است که بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوره قانونی کاری رئیس جمهور غنی را پایان یافته خواندند و خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. عبدالله عبدالله که شریک برابر غنی در قدرت است، نیز با اشاره به پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزا خواستار محدود شدن صلاحیت حکومت تا برگزاری انتخابات شده است. به تازگی جانباز سفیر آمریکا در کابل در یک گفتگویی بر وضع محدودیت های در اعمال صلاحیت های ریاست جمهوری تاکید کرده است. سفیر آمریکا در کابل عزل و نسبه های تازه در کابینه افغانستان را پس از پایان دوره قانونی کاری رئیس جمهور پرسش برانگیز خوانده است. جانباز گفته است که سران حکومت وحدت ملی باید درک کنند در یک دوره ویژه به سر میبرند. غنی به تازگی برای وزارتخانه های تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلومات سرپرست وزیران تازه تعیین کرده است. این 7 سفیر برای نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای بیرونی از دیگر اقدامات او در این مدت است. همچنان در شماری از معاینیت ها نیز به جای های تازه توسط غنی انجام شده است.
از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.